سلام بر شما امشب در فراخبر وضعیت دشوار زلزله زدگان هرات در سرمای زمستان استخانسوز را با دکتر صاحب رمزان بشر دوست نماینده پیشین مجلس به بحث میگیریم البته آنچه که از زبان مردم توسط خبرنگار ما برای ما مخابره شده شکایت های را شامل میشه از جمله این زلزله زدگان در هوای بسیار سرد در زیر خیمه ها به سر میبرند توانایی گرم کردن این خیمه ها را ندارند اطفالشان مریض شده و خودشان همچنان مریض شده و تا صبح بیدار هستند به گفته مردم محل حکومت به آنها وعده داده بود که پیش از زمستان خانه هایشان را آباد میکنند ولی تا هنوز ساخته نشده و تازه ساخت خانه ها شروع شده است و در طرف دیگر میلیون ها دلار از سوی نهادهای بزرگ بین المللی تاجران و هموطنان ما به عنوان کمک در نظر گرفته شده بود روی چرایی این موضوع بیشتر تمرکز میکنیم با آقای دکتر سید بشردوست سلام بر شما به برنامه ما خوش آمده علیک سلام سلام به شما به همکاران شما به همه هموطنان عزیز که در داخل و خارج بنینده هستند و به یاد هموطنان عزیزی ما که در داخل از کشور متاسفانه په دهم مشكلات او په خصوص فقر او فعلا سرمو هم 35 جنر میکنه بسیار زيات تشکر حاش می کوم از اول داستان شروع کړیم یا از امروز ان چیزه کې در مقدمه خواندم از اینجا شروع بکنیم به شما میگذاریم این که وقتی زلزله شروع شد از اون به بعد شما این روند نظارت میکردین و بسیاری هموطنان ما در هرات در سرک بودند و در وضعیت دشوار قرار داشتند و همگی احساس همدردی داشتند تا همین لحظه هم لازم که حالا خبر از اونجا میرسه که اونها هنوز هم در وضعیت بد هستند و شما چی میگین؟ گزارشی که من قبل از آمدن در اینجا شنیدم که همکاری شما در گزارش خود که ارسال کردن گفتن چندین بار در ساحه رفتن چشم دیدی خودشان است با مردم با قربانیان در ساحه صحبت کردن راستش پرسون کنی که صد فیصد دوری جمهوریت در خاطر من زنده شد و هیچ تصور نمی کردم که ما شاهدی باید. چنین صحنه باشیم که چی چیز ما چی چیز زنده شد ما در وقتی که زلزله شد در بدخشان آب باریک عین داستان کاپی و در چند وقت پیش من در کابل یکی از از عزیز دیدم پرسان کردم که کجا هستین چی میکنین گفت در پکتیا رفته بودم به خاطر ساختن خانه ها موسسه استخدام کرده بود گفتم هنوز خانه ساخته نشده گفت نه ای تابستان این تابستان رفته بود کار میکرد و من تصور میکردم که در حکومت امارت چون اینها خود جدی اعلان میکند و قاطع میگوین اقدام میکنم و ماوین اقتصادی رئیس الوزرا رفته بود امه. من فکر می کنم که ما شاهدی چیزهایی که من امروز در گزارش شنیدم که شما به خلاصش مطرح کردین که هنوز زیر خیمه است و خیمه هم ها خیمه های تابستانی است نازوک است که برای زمستان گفتن ساختن نشده و از سرما تا صبح گفتن بخصوص اطفالشان نمیخوابه و سنده. مریض شدن اطفالشان و با توجه به اینکه دقیقا مثل آبباری که بدخشان ساحی که زنده جان و ورسوال دیگر اینا ساحی دشتی دشت است و ساحی بسیار سرد هستند اوا بسیار گفت سرد است نسبت به بعض جایی و از طرف دیگر خانه هایی که برای اینها وعده داده شده بود دقیقا مثل خانه است که در باریک وعده داده شده بود که ما برای شما خانه می سازیم مثل که در پکتیا وعده داده شده بود و متاسفانه و خانه ها ساختن نشد و زمستان آمد در آن زمان و حساسده من بخاطر این شدم که در جمهوریت یک چیز عادی بود چون ما میفهمیدیم که دزدان داخلی و خارجی مثل گرگا از هر چهار طرف می این میلیون ها دلار پول چی شده به نظر شما چیزی که در آمار می بینیم حالا هر کدامش اگر رویش به صحبت کنیم خیلی شاید وقت برنامه را بگیرد مثلا فلان سازمان اینقدر میلیون کمک کرد و چیزی که هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا گفت که 43 هزار تن از ای در واقع آسیب دیده و 3 هزار خانم تخریب شده و خواستار کمک 88 میلیون دلاری شده بود در کنارش تاجرها هم کمک کردن هم هم کمک کردن رفتن از نزدیک این گونه ادامه داشت حداقل در بیشتر از یک ماه هین وн بوд وал الا мبیн ه قصه с شкاт дاр دақиқا اینи чиزе کи مо دаر آبбاрик دیدیм دр زаمоنи جмهурیت کи همان طور کи ما دр بарنоمهи شуمо қаبلا هм یاداварӣ кардیм به انداзهи кامیونهо دр ҳرакаت بوд کи بیн فیзоباду آبбاрик кامیوнهо иستоد бوд مгуفت بа خاطир سرакهо بست асتو бирوбор аست حتی پоپ риس кاтиلوکهои دنیا درخواست کمک کرد با ده ها و صد ها هزار دم تجربه افغان ایران کرد جامعه بین المللی را ما بگذاریم ما فکر میکنم در ماه اکتبر من رفتم در آباریک 81 هزار دلار با خود داشتم که افغان ها 100 دلار 500 هزار دلار در طی سه ماه بعد از وقوع زلزله ارسال کرده بود من دقیقا به فکر بودم که من وقتی میرسم در آب این پول میدهم که نام میوه و گشت بخرن چون تصور نمیکردم که با همه این میلیون ها دلار هنوز زیر خیمه باشن اما رفتیم زیر خیمه است. من بسیار تعجب کردم و زده شدم ما با رسانه ها که رفته بودیم رسانه های در آنجا بود ویدیوهایش در فیسبوک و یوتیوب من منتشرم شد 81000 دلار نه یک دلار کم نه یک دلار زیاد مهم. ما برای سه ماه یک هفته من موندم برای سه ماه به هر کدامشان خانه کرا گرفتیم پیسی کرای سه ماه را دادیم پیسی سوخته برایشان دادیم پیسی مواد غذایی را برایشان دادیم و گفتم تا تا کلی قیمت جمع نشود و شما دی خانه ها جای بجای نشوین من نمیروم 81000 دلار اگر ما نمیرفتیم اونا در زمستان زیر خیمه میموند و خانهی که وعده داده شده بود تعدابش را تازه میکندن وقتی که من رفتم این داستان ما دقیقا در امروز همین داستان که شما گفتین اونجا حکومت سرپرست امارات اسلامی وعده داده بود که خانه برشان آباد کاملان. میکنن و این گفته بودن که پیش از رسیدن زمستان آباد میشه حالا همکار میگه که رفتیم که تازه شروع شده ولی پرسش اینجاست که این وعده از نظر شما با توجه به اینکه میلیون ها دلار کمک وعدهش داده شد و خیلی ها آماده شدند در مورد او هم میپرسم که این کمک ها چگونه است به حد وعده است یا اینکه اینا داده میشه شما جزئیاتش میفهمین با توجه به ای که از حکومت پیشین دارین امکان داشت که امروز صاحب خانه بودن اینها من قبل از آمدن یک گزارش جامعه تر هم در رابطه با این زلزله خواندم تقریبا آخرین گزارش هایی که داده شده بود توسطی اموتور که شما میشارک کردین اوچا گفته بود که سه هزار خانه تخریب شده و چرا سه هزار نفر متاثر شده شدن, شدن. تقریبا بین دو هزار و کشته و دو هزار زخمی در مجموع ایران شده بود آخرین آماری و همانطور که شما گفتین که برنامه همه هم کننده کمک های سازمان ملل متحد و چا 88 میلیون دلار خواسته بود که باید کمک شود نقطه اول این است که بزرگترین تجارت نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای غریب و فقیر توسط این نهادها سازمان ملل نهادهای سازمان ملل این جوها و بنیادهایشان بزرگترین تجارت و اختلاس و دزدی را اینا به نام این گرسنگان این زلزله زدگان این بعضی امراضی میاد مثلا کرونا و اینا واقعا از بزرگترین سود میبرن برای اینها این نوع حوادث یک کشف معدن اختلاس یا کشف نفت است که اینها میلیون ها دلار میخواهند شاید بیش از یک سی و دو و میش بیگیرن و از این یک دلارش در واقع در محل مصرف نمیشه و که من با چیش میخواد گفتم در اینجا یک لیستی کوتاه و بسیار کوتاه که ما چی کردیم ایران کردیم قبلا چهارده اشاره چند میلیون دلار سازمان ملل اعلان کرد که ما برای زلزله زدگان ایران تخصیص دادیم 12 میلیون دلار آمریکا اعلان کرد درست و 5 میلیون دلار اگر اشتباه نکنم ایتالیا اروپا اعلان کرده بود و 3 میلیون دلار 3 میلیون یورو ایتالیا اروپا اعلان کرد 5 میلیون یورو تنها آلمان اعلان کرده بود چین در بعض جا من خواندم که 400 هزار دلار در بعض جا گفتن 4 میلیون دلار در مجموع در آن زمان که ما را این را جمع تفریق کردیم تقریبا 38 میلیون دلار می شود 38 میلیون دلار و این کمک هایی که تمام کشورهای منطقه و کویت و قطر و امارات و قزاقستان و ازبکستان و تاجران داد و, و ایران و ایران که به وادی بانکی باز کرده بود به نام افغانستان معلوم نیست که حساب بانکی در کجا شد به عنوان مثال اینجا باز کرده بود و حتی فعلا شما که تلفن خود را بالا میکنین به جای زنگ بزنید یک شما چور ساعت تماس بگیرین و کمک بریرا درخواست و کنین انو زماست اما 3000 خانه را ما نتونستیم ده چند ما ده سم تقریبا در سمو سه 3000 سه دو ماه و 22 و روز فکر میکنم با. در دو ماه و 22 و روز ما بری 3000 خانه خراب شده یک سرپناه تیا نتونستیم به وحشتناک است من معتقد هستم ولی ولی اگر اگر به باور شما چی باید میکردن از اون زمان که زلزله به همین شکلش و بی اتفاق افتاد مسئولیت حکومت سرپرست چی بود و اون طرف نهادهای بین المللی و این طرف یک برنامه که میتونست به شکل مدیریت شوه امروز در این نقطه استاد نبودیم که از اونجا صداهایشان را بشنویم دقیقا چیزی که من در رابطه با باریک در آن زمان گفتم و این جمهوریت گوش نکرد و نمیخواستم گوش کند و در رابطه با پکتیا من گفتم پکتیا و خوست اگر اشتباه نکنم امارت گوش نکرد و در امین میز با شما من در وقتی که زلزله هرات پیش اومد من از همتونان عزیز خواستم که با من کمک روان نکنن چون برنامه رفتن نداریم کسای دیگه ای کار رو پیش ببرن و در جا من به امارت هم گفتم اما امارت نشینید آیا امارت نمیتوانیست در ظرف ده روز سه هزار خانه خالی در هرات پیدا کنه و امکانش وجود داشت و موجود بود به باور سه هزار خانه خالی در شهر هرات برن منزلی و کلاوی هیرات که فقط مصادره میکرد که از پولی بیت المال ساخته شده بود یا کرا میداد فرض کن دو هزار دلار یک واحد کرا می سه هزار خانه چیست که ما نتانیم در یک شهر بزرگ مثل ایراد برای اموطنان عزیز خود پیدا کنیم این پیشنهاد من در رابطه با پکتیا کردم که اینا را دخوش در خوش در پکتیا و پکتیا که از پول دوزدی بیت المال خانه های بسیار مجلل بلند منزله ها ساختن که ده واحد دارن اینا را جابجا کنن نکردن تا امروز اونا زیر خیمه استن و تا امروز خانه گلیشون ساخته نشده که تابستان گفتن کار میکنن <applause> بنابراین اگر دلسوزی باشد اگر جدیت باشد اگر قاطیت باشد من فکر میکنم که ما تونستیم با 81 هزار دلار در اینجا 38 میلیون دلار صحبت می هیچ از 38 هم یک میلیون دلار 500 هزار دلار کافی بود که برای اینها هم خانه درست کرا بگیرن <applause> اتاق کرا بگیرن و هم مواد سخت برایشان دکتر قرار بدن و هم ضرورت اولیه را در قرار بده اما متاسفانه کار نشده صد در صد صحیحی که طبیعتا که نیاز بود اینا اگر در شعر ایراد متقل می شدن در خانه جای به جای می شدن اون نیاز به مصارفی که مواد سیر ببرند در آنجا تا اون منطقه مسافتا زیاد است ببرند و ایره چی ما اصلاً ما اون اصلا اون صحیحی مراد شده نمی تواند نیست آب نیست چون دشت, و جا جا دشت, دشت ما گفتن که طوفان هم هست خانه خانه خانه، با دو باران نام از بین رفته بود خانه ها کاملا و ایران شده بود افراد زخمی بود سه سی هزار خانه چلو هزار افغان چیست که ما نتونیم در ده روز کافی که در ده روز ما پینجا هزار افغان با این امکاناتی که داریم ما جا بجا کنیم یعنی 83 هزار دلار چی بود که ما تا استیم، یک تنها خودیم ما نه کدام تیم داشتیم نه کدام هم کار داشتیم فقط تنها خود من از کابل رفتم همکارای من در انجام با من گفت که بشر ما باید برویم مثلا فیلم برداری کنم گفتم نه نه با مصرفی موتر از شما چرو ما این مسئله بجا کنیم من تنها رفتم در خود بدخشان و بچه بود که هم فیلم برداری میکردن هم در حساب و تفریق با ما کمک میکرد و نهادهای دولتی حتی وقتی ما رفتیم رئیس سرمیاشتیست رئیس زیدیوادیسیش بچه های جوان وقتی نو خبر شدن آمدن به من میگفتن بشه دوست ما میدانیم که پیسه را با ما نمیدی که ما تقسیم کنیم دارست. چون میگی تقسیم نمیکنیم اما چون پاک هستی ما پاک صادقانه باید هم کاری میکنیم بنابراین من فکر میکنم که سیستم که اینها روان سیستم غلط است از این سیستم اینا باید براین اینا جدیتی که در رابطه با مبارزه با مواد مقدر داشتن جدیتی که در رابطه با جمع کردن و تداوی معتادین داشتن یک فیصد این جدیت اگر در این مسئله نشان میدادن امروز یک افغانی ما زیر خیمه نبود یک تفلش مریض نمی‌شد، به خاطر که چی خاصی از درست اگر اگر به جزئیاتش بریم آقای بشردوست این تجربه های تلخی که از گذشته روایت کردین و تصویر امروز هم دادین و امروز هم اونها در اونجا نشسته هستن خدا میدانه که در چه وضعیت هستن و خودشان میدانن که چی میکشن چی است مثلا از این به بعد چی باید شوه که این زمستان سرد و بیرحم بالاخره بر اونها تبدیل به یک فاجعه دیگه نشه اولین اینکه امارت واقعا اگر میخواید که پاک باشد از فساد جلوگیری امارات نباید فراموش کند که جمهوریت هم در سالهای اول فاسد نبود به این اندازه فاسد نبود که در سالهای آخریش فساد معمولا از دزدی تخم مرغ شروع می شود و بعد به فیل و گاو و امثال هم می رسد اینا خوشحال هستند که 25 فیصد ما در فساد کم شده اما باید صفر می شود که خودش شفافیت بین المللی می گوید فقط 25 فیصد کم شده و متاسفانه شکایت های بسیار زیاد و ما میرسد در سطح پایین که فسادایی که به خاطر که اونمو ماموری سابقی آمیر و مدیر و رئیس مومین مو سابقی سابق که با این همکاری میکنند اینا را به این طرف میکشند اینا باید بشکند سیستم فساد را نه اینکه خود اینا داخل سیستم شود اینا هیچ گونه ارادی عملی و علمی یکی خونیت است ما می یا یکی باید عملش داشته باشیم و هم علمش داشته باشیم که چی باید بشکنیم عمل و علمش چی است؟ اول اول اولین کاری که باید شود این است که اینا باید به با کشورهای خارجی بفهماند که یک دلار نمی نمیتوانید اعلان کنید تا واقعا ای یک دلار حداقل 90 سنتش نیارین افغانستان و این 90 سنت تحت ما را نه که با ما بدین اما ما تحت نظارت ما حداقل یک نمایده ما باشه باید مصرف کنین اگر واقعا این حکومت داری میکنن و از استقلال حرف میزنن مهم. اولین کاری که از دید من که شود این نور الانور است که اینا باید بگویید که یک دلار در افغانستان نمیتونی مصرف کنی بدون اینکه از طریق حکومت افغانستان صورت بگیرد به خاطری که حکومت فعلا موجود است اینها نقطه دوم که اینا باید انجام بدهد سیستمی کمک که فعلا حاکم است چی داخلی و چی خارجی باید شکستانده شود امه. تمام این جوها اما این جوهای جمهوریت هستند چی داخلی و چی خارجی و حتی متاسفانه سی، 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 سیگر جان سابکو گراپوری جدید متشکر کرد که وشد ناکتر است گفت که خود ایمارت ها فعلا این جو می و کمک ها را میگیرن دقیقا چیزی که جا... این چیزا را همگیش آقای رد میکنن همین جان سابکورا گفتن دقیقا چیزی که دقیقا چیزی که جا... جهادی جا... ها رد میکرد کرد جا... در زمان جمهوریت رهبران جهادی که ناشر و فساد نام گذاشته بودند رهبران چپی رهبران به اصطلاح تکنوکرات یا بچه کاکایشان یا بچه مامایشان یا همسال هم این جو می ساختن این فعلا می گوید این جیران وجود دارد و در آن زمان هم جمهوریت رد میکرد. رهبری جهادی میگفت نه هیچ کس از ما نساخته بلی. در حالی که ما در وزارت پلان وقتی بررسی کردیم این واقع، ای یک واقعیت عینی بود بلی. بنابراین اینا به جای اینکه آقای بشر دوست میگیرم. رو ولی حالا اینا همین کسایی که در گذشته بودن شما انتقاد میکنین اینا هم انتقاد میکنه مگه ما بهتر هستیم و حکومت ما بهتر است در تمام موارد حتما دفاع میکنن این بهتریت باید دیده شود این باید لم شود چی گونا امارت میگوید ما از جمهوریت بهتر استیم وقتی که سلسل هزار خانواده را هنوز زیر خیمه در سرما بدون امکانات اولیه وجود دارد این را گزارش است که همکار شما این را روان کردن و خودش گفته چشم دیدی من است خودش رفته این را بررسی کرده یک حکومتی که نتانه سه هزار افغان سه هزار خانواده را در دو ماه یا سه ماه از سرما بکشه از خیم یا حداقل خیمه درست در اختیارش قرار بدهد، ما هیچ فرقی با جمهوریت در این بحث در این نقطه نداشت حالا میتونه حالا میتونه خیمه برشان نوشدارو باشه در زمستان خیمه در زمستان در یک دشت و اونم جالب جا... وحشتناک که یک دشت است و طوفانی است وقت خی... توفان باشد خیمه معمولا طاقت نمیارد و علاو خیمه که خوب باشه و خیمه زمستانی که تالی من نشنیدم اگه ساخته باشن خیمه زمستانی چیگونه زیر خیمه زیر برف و باران و توفان باد در چیزی من نمیتوانم تصور کنم که اگه حکومتی خود جدی بگوید حکومتی که دلسوز بگوید حکومتی که صادق بگوید در شهر یک میلیون ایراتی ایرات بیش از یک میلیون فکر جمعیت دارن ده. فکر می ده 10 تا تاجر ایراتی میتونه بیش از 10000 فامیل کرای خانیشی بده و جای به جای کنه اینها فکر می که در این رابطه با زلزله زدگان بین آباریک و بدخشان و زندجان و ورسوال های دیگر ایراد متاسفانه این گونه تفاوتی نیست چون همان سیستم حاکم است اینا سیستم این نشکستن سیستم این جوها خوشحال هستن که این جوها دفاتیرشان را باز کردن این جوها فعالیتشان را باز کردن این جوها دوباره ثبت نام میکنن سیستم در جای حکومت است یعنی جو یعنی چی باید کل و دیگر اینا حکومت از نظر مسلکی بسازن سرامیاش شان پیش خود مداخله میکنه دیگه که پیش میاد وزارت زیدوادیس با از طرف خود مداخله میکنه دفتر والی و دفتر نقومندان و دفتر فلان چیز از طرف خود مداخله میکنه یک سیستم یک نهاد مستقلی متحدی متقیق در رس افراد متخصص قرار بگیره ساخته شود که تمام این فاجه ها را نظارت کنه و بررسی کنه کمک ها از یک طرف ببینید که مثلا یک محترم میره و یک تابلو زده وزارت زیدوادی است یکی تابلو زده که حلال, احمر افغانستان یکی تابلو زده یک اینجوی خودم یکی... رفته بدون دیدم ده به این مثال این یک گسراف شو از تداخل کاری که صورت میگیره میشه س... همگی از یک جا با مدیریت شود اینا سیستمی فاسد جمهوریت ها نتانها نتانستن بیش کنن بلکه اینها حل شدن مثلا دیگی دا داره اینا یک مولوی رو مقرر کردن با ما قسم میکنن مثلا به اینوان مثال بسیار جالب بس. است با و است چند روز پیش یکی از نفرها گفت که آمده بود در اینجا دکان مالیات میخواست مه. با من گفت که کی چند کیلو میدی دکان گفتم سی هزار در حال که از یازده هزار میدم صاحب دکان گفته بود که سی هزار بگویید که مالیه کم <applause> او نفر که از طرف مالی آمده بود گفت سی هزار نسی بالاتر است من گفتم نه سی هزار است گفت معذرت میخوام گفت که بچی من گریش خود کل کنم ما اونمون نفر استیم که در جمهورت می آمدم بین خود تقسیم می کردیم مثلا هزار مالیات میشد. بیست هزار رشوت خود می گرفتم ده هزار نوشته میکردم من من اونمو نفر هستم <applause> فعلا فقط فرق چیز که یک مولوی در ماست و این مولوی هم در اداره در منجمن نه تنها وارد نیست که خودش زحمت هم نمیدهد که وارد شود یعنی بفهمد متاسفانه به فساد به صورت وحشتناک به نام چیران داره و خاطر که من به امارت از روز اول که نامد گفتم که حتی به بشر دوست اجازه ندید که در اداره نه. شما داخل شود از آمیر، از مدیر، از موین باید اینا پاکاری شود چون در طبیعت اونا فساد آغشت است سیستم باید شکسته شود یک سیستم نو متقی متخصص متحد و مستقل باید با کار داشته شود بسیار زیاد تشکر یک کنیم فکر فرصت میکنم فرصت داریم اگر برگردیم به هرات به وضعیت اونجا با توجه به این که توضیح دادیم که چه جریان داشت چه جریان در گذشته ها تجربه های تلخشه گفتین حالا با این زمستان سرد که در اولش نیستیم دیگه داخل شدیم و در وسطش قرار میگیریم آیستا آیستا میریم که چی باید شود؟ فوری عمل شود؟ درد مردم ایراد درد تقریبا تو کل افغانستان است بنابراین در همین کابل همین لحظه که من می آمدم زن بچه دختری کشور می دیدم که در سرک نشسته تا یک نان پیدا کند بچه خورده می دیدم که با چپ پایی به اصطلاح با, با لباس پاره بنابراین امارات با هزاران خانه فعلا در کابل سرد است یعنی توانی ندارن که حتی یک صندلی بگذارن بنابراین کاری که امارات باید انجام بدهد به نظر من اولین کاری که باید کند ماشات بالا ببرد ماش مجاید خودش اشتونیم هزار است یا ده هزار است یا خروار چوب نمی شود یک تون زغال نمی شود ماش معلمین، مامورین، اجیران بالا ببرد ماشای بالا را پایین بیاورد عدالت اسلامی و تقوای اسلامی من از مساوات صحبت نمی کنم من از تقوا صحبت یک وزیر ما باید زندگیش پایینتر از یک اجیر ما باشد و دوم باید تقاوت پرداخته شود که گرسنه هستند ماشات بالا برده شود امپراتوری تل نفت گاز باید شکسته شود قیمت ها باید پایین بیاد بسیار. تا مردم بتواند بسیار, بسیار. تشکر جناب دکتر صاحب رمضان باشه خوش آمدید به برنامه و همین با ترتیب میرسیم به پایان فراخبر شب شما بخیر